هدایت شده هیئتی، بله، استدلال قرآنی برای بریدن چی؟ بردیدن اعمال ما توسط امامان، بفرمایید. ببینید یک آیه داریم دو قرآن، سیر الله یعنی خدا میبینه عمل شما را و رسوله، رسول خدا میبینه و المؤمنون، مؤمنون عمله. خب مؤمنون دارن، شما مؤمنین که نمیبینیم، الان شما میدونیم چی کردن. آقا تحریف نکن، اینجا راجب دیگه کافران میگه خدا و رسول مؤمنانی که شما در یک جامعه هستید اعمال شما را میبینن. چون شما چیکار میکنید؟ مردم نمیبینن در شما در اقتصاد چه گندی به کار میبرید، در سیاست چه گندی به کار میبرید. اینو میگه، تحریف نکن، کلاه گذار. من میدونم وانگهی خدا میگه مؤمنون، همه مؤمنان، مؤمنان که در اون جامعه هستند یا در طول تاریخ. این دیدن فقط دیدن چشم سرم نیست. شما چی کردی؟ این مؤمنون مراد مؤمنون خاصی هست که روایت دارن اهل بیت پیغمبر. دروغ، دروغ محض. این روایت های جعلیه که مجلسی درست کرده. مؤمنان اهل بیت پیغمبر هست. کی گفته؟ خدا گفته؟ رسول گفته؟ چهار تا روایت دروغی که درست کردی از کارخانه روایت سازی تون. اگر اهل بیت پیغمبر هست، چرا علی علیه السلام میگه من غیب نمیدونم؟ چرا میگه من بالاتر از اشتباه نیستم؟ امامان معصوم، امامها هیچ کدومشون ادعای عصمت نکردن. شما دروغ میگی. این عصمت شماها تراشیدی، شما دجالها تراشیدی. هیچ کدوم از امامها عصمت که نداشتن هیچی، بلکه اهل سنت و جماعت هم بودن، شیعه نبودن. بارها این حرفا رو عرض کردن. بنابراین قرآن میفرماد خداشو عمل شما رو مینه، سیر الله عملکم. سیر خب 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 آقای داشی، اگر امامان عمل شما رو میبینن، چرا علی قاتلشو ندید؟ ابن ملجمش که شیعش بود و برش خروج کرد و خارجی شد، لعنت خدا بر او باد، اومد علی رو کشت، چرا ندیدش؟ وقتی علی نبیند، این امام حفرودی که تو چاهی میبینه، واقعیت رو دیگه نمیشه انکار کرد. علی ندید، همه ائمه مثل بقیه بشر غیب نمیدونستن. شما بگیم امام رضا سم خورده و شهید شده، چطور ندید که سم بهش میدن؟ سیر الله، الله یعنی خدا و رسوله، رسول خدا و المؤمنون. آقا رسول هم همه چیز نمیبینه، بازم دروغ نگو. به همسر صدیقش تهمت زدن، ندید، یک ماه صبر کرد تا وحی اومد. تا امروز شما پیروان ابن سبع و ابن سلول به همسرش پوش میدید. اگه رسول میدید همینجا شما رها میکرد؟ یک انسان با غیرت و با حیایی بود که شما بی غیرت ها رو رها میکرد؟ شما کسی به همسرش پوش بده ساکت میشید؟ رسول خدا میبینه که شما به همسرش داری پوش میدید، اون ساکت میشه؟ عقل که نباشد جان در عذاب است. خدا، رسول، مؤمنون عمل شما رو میبینن. خب مؤمنون که کدوم مؤمن میدونن من شب چی غذا خوردم؟ این سیاه‌بازی همینه. سیاه‌بازی و کلاه‌گذاری همینه. آقا این اعمال، اعمال بخصوصیه، نه همه اعمالو. حتی پیغمبر خدا همه اعمال مردم نمیدید. اعمال همسرش، میگم همسرش تهمت زدن، یکی از حکمت هایی که بهش تهمت زده شده همین تا بدون که پیغمبر مثل خدا غیب نمیدونه. تا چه رسه به بقیه که شما جهل کردید؟ قل لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم. این میگه میبینه، زنده بود غیب نمیدونست، همه جا رو نمیدید. وقتی که فوت کرد شد خدا، همه جا رو میبینه، همه جا رو میفهمه. همه چیزشون غلو و افراد. با کی چه حرفی زدم؟ پس مؤمنون عادی نیستن، یه مؤمنون ویژه ایه. دروغ میگید، اینم دروغه. تازه مؤمنون عادی هم اونطور که شما داری تحریف میکنید نیست، اعمال عمومیه در جامعه.
همچنان که امروز ملت ایران میبینه که شما چه ظلمی میکنید، چه تحریفی میکنید، چه شرکی انجام میدید. این دیدن هاست، نه که شما تو خونات نشستی با بچهات بازی میکنید مثلا اینو میبینن. مقصود این نیست، احاطه داشته باشن بر عالم. اونها در روایت داره اهل بیت احاطه داشته باشن. این مینی مشرک نگاه کن دیگه، احاطه داشته باشن. بر خودشون احاطه نداشتن، بر عالم احاطه دارن. خودشونو میان میکشن، احاطه ندارن، نمیتونن از خودشون دفاع کنن. اون بر عالم احاطه دارن. یه ذره عقل، یه ذره انصاف، یه ذره شعور. و روایت داریم که هر هفته روایت به کمرت بزنه، مال شما به اهل بیت، به پیغمبر، به امام زمان عرض داده میشه. وقتی اعمال این روایت های دروغی نیست که شما مشرکان درست کردید، ضد قرآنه، ضد عقله، ضد سنت نبویست، ضد اجماع مسلمینه. خوب شاد بشه وقتی عمل اون بذر بسته میخوره. آقا اونجا دارالحزنه، دارالسروره، دارالحزن نیست. اگر اعمال شما رو ببینه، دارالسرورش بهشتش مبدل ریاض بلاخاکم بدن، مبدل به جهنم میشه. وقتی ببینه امتش چیکار میکنه،